روز شنبه 13 آوریل انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران شاخه استکهلم در اعتراض به زندانی شدن دراویش گنابادی و دیگر دراویشی که در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برند تظاهراتی در این شهر برگزار کرد. سودابه قائمی سخنگوی انجمن پاسداشت حقوق بشر در ایران شاخه استکهلم در این مورد به رادیو بین‌المللی فرانسه می‌گوید: انجمن پاسداشت حقوق بشر در ایران شاخه استکهلم همونجور که فرمودید امروز 13 آوریل بین ساعت 11 تا 12 ظهر گرد همایی داشتیم و در این گرد همایی خوشبختانه دوستان سوئدی هم بودند و بیانیه ها به زبان فارسی و سوئدی و انگلیسی خونده شد و خواستیم که اذهان و افکار جامعه سوئد رو هم به این سو جلب کنیم که چه اتفاقاتی در رابطه با دراویش در ایران و کلیه زندانیان انجام میشه و این برنامه با نواختن دف هم همراه بود و سخنرانان مختلف. خانم قائمی، بعد از ماجرای تخریب حسینیه و مقبره یکی از دراویش که به یک سری درگیری خونین و دستگیر شدن عده‌ای از آنها انجامید، دراویش گنابادی الان در چه وضعیتی به سر میبره؟ متاسفانه از سال 84 به این طرف، یعنی از تخریب حسینیه یا خانقاه ما در شهر قم، همینجور ما تخریبا رو پشت سر هم دیگه در بروج، در اصفهان، در چرمین اصفهان داشتیم و تا سال گذشته که متاسفانه درگیری خیلی شدیدی در شهر کوار به وجود اومده بود از توابع استان فارس که در این درگیری متاسفانه یکی از جوانان درویش هم به شهادت رسیدن به نام آقای بنایی و به دنبال اون متاسفانه دستگیری های پی در پی در بین دراویش ایجاد شد، طوری که یک سری آزاد شدن ولی 9 نفر از نویسنده های سایت مجذوبان نور و وکلای دراویش در زندان اوین تهران هستند و دراویش دیگری در طی این یک سال در زندان عادل‌آباد شیراز بودند که یک سری آزاد شدند و آقای کسرا نوری و ساله مرادی همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز هستند و مدت تقریبا 3 ماه هست که دست به اعتصاب قضا هم زدن. فعالیت‌های دراویش گنابادی الان به چه شکل هست؟ بله، البته من باید خدمتتون عرض کنم که دراویش گنابادی هیچ وقت حرکت سیاسی نداشتن و همیشه به مسائل عبادی خودشون می‌پرداختن، در حسینی‌های خودشون. زندگی در ایران برای درویش ها به مراتب بسیار سخت استش و به راحتی نمیشه بیان کرد که من درویش هستم، چه از سر کار باشم و چه در محیط اجتماعی. نه برای مردم، مردم کاملا پذیرفتن و احترام میذارن، ولی رژیم متاسفانه به هیچ عنوان نمیخواد این رو قبول کنه که درویش در ایران زندگی میکنن و اکثرا هم کارهاشون به طوری هستش که در محل کارشون اگر اینها بفهمن که درویش هستن آزادی و راحتی رو ندارم. یکی از موضوعاتی که من میتونم به اون اشاره کنم داشتن شارب یا سبیل آقایون هستش که اکثرا سر کارهاشون اگر متوجه بشن درویش هستن اولین خواسته از اونها زدن سبیلشون هست، به این دلیل که چهره حالت و ظاهر درویشی رو هم در جامعه نباشه. پس الان فعالیت های دراویش و مراسم عبادیشون به صورت مخفیانه انجام میشه؟ نه، مراسم عبادی به صورت آشکار انجام میشه. ما به طور آزاد در حسینیمون باز هست و هر کسی بخواد به راحتی میتونه بیاد. البته خیلی سعی کردن که جلوگیری کنن ولی به هیچ عنوان نمیتونن. ما همچنان دراویشمون در مجالس هستن و ترسی از زندان و یا شکنجه ندارن. کار خاصی ما انجام نمیدیم که بگیم که ترس و وحشتی داشته باشیم. خانم قائمی، ماه ژانویه گذشته اگر اشتباه نکنم عده‌ای از دراویش گنابادی که در زندان عادل‌آباد شیراز بودند اعتصاب قضا کردند. آیا در پاسخ به این اقدام کاری انجام شد از طرف حکومت؟ خدمت شما بگم که اعتصاب قضای آقای کسرا نوری و ساله مرادی فردا به مدت 3 ماه میرسه، یعنی الان این عزیزان مدت 3 ماه هستش که در اعتصاب قضا هستن و دلیل اعتصاب قضاشون هم برای ابراز حمایت از عزیزانی که در زندان اوین تهران هستند که از بند عمومی 305 تهران، اوین تهران، به بند امنیتی 209 زندان اوین اینها رو متاسفانه انتقال دادن و به اون دلیل و اعتراض کردن که ما میخوایم برادران ما رو نمیگیم آزاد کنیم ولی به بند عمومی که قبلا بودن برگردن. متاسفانه تا حالا رژیم عکس العملی رو به صورتی که بگیم برای آزادی و
انجام درخواست این عزیزان باشه نبوده، ولی در طی این مدت که اینها در اعتصاب غذا بودن، اینها میخواستن با به فشار و به زور به اینها غذا بدن و فیلم برداری کنن و بگن که دروغ، اینا اعتصاب غذا نیستن. و الان هم حال کسرا و ساله بسیار وخیم هستش و ما همه نگران حال جسمی عزیزان هستیم. ممنونم از سودابه قائمی، سخنگوی انجمن پاسداشت حقوق بشر در ایران که از استکهلم همراه ما بودند.